سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان. پول افغانی در برابر اسعار خارجی 1% ارزشش را از دست داده است. اتحادیه صرافان کشور دلیل این وضعیت را سیاست‌های نادرست بانک مرکزی می‌دانند، چیزی که از سوی بانک مرکزی رد می‌شود. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در سفری که به کشورهای بلاروس و قزاقستان داشت، سه تفاهم نامه در بخش های اقتصادی، تجارتی، عدلی و قانونگذاری میان سران این کشورها امضا کرده است. با این حال رهبران بلاروس و قزاقستان تعهداتشان را از سکتور زراعت و صنعت افغانستان اعلام کردند و خواهان گسترش روابط سیاسی اقتصادی شدند. و اینجا برای بحث بیشتر جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی با ما هستند. و آقای فیصل سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. آقای فیصل، سفر که آقای عبدالله به این دو کشور یعنی بلاروس و قزاقستان داشتند، دقیقاً در اینجا چند تفاهم نامه امضا شد و دقیقاً در کدام بخش ها بود؟ تشکر. سفر بلاروس سفر رسمی بود که به دعوت نخست وزیر آن کشور صورت گرفت. در اینجا ما یک تفاهم‌نامه داشتیم، دو تفاهم‌نامه داشتیم. تفاهم‌نامه بین رئیس اجرایی افغانستان و بین نخست وزیر بلاروس به امضا رسید. تفاهم‌نامه برای ایجاد کمیسیون بین الحکومتی، کمیسیون بین الحکومتی اقتصادی تجارتی امضا شد که این کمیسیون باید در هر دو کشور کار کنند، جلسات منظم داشته باشند، ببینند که در کجا فرصت است، در کجا زمینه مساعد است که همکاری ها ایجاد شود و در ساحاتی که ما پیش از پیش همکاری ها داشتیم در کجا زمینش مساعد میشه که همکاری ها بیشتر شود. بنان این مهمترین سندی بود که راه را برای همکاری های دو جانبه در عرصه‌های مختلف باز میکنه، چه زراعت باشه، چه اقتصاد باشه، چه تجارت باشه، چه صنعت باشه و چه هم همکاری های نظامی باشه. در کار این کمیسیون میه، یک کمیسیون بلند رتبه است. تفاهم‌نامه اولی که ما امضا کردیم در بخش قانونگذاری بود که بین وزیرای عدلی دو کشور به امضا رسید. تفاهم‌نامه دوم در بخش های اقتصادی تجارتی بود که بین روسای و اتاق تجارت دو کشور امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری ها در بخش های عدلی قضایی و همکاری ها در بخش های تجارتی بهبود پیدا میکنه. بلاروس یک کشوری است که در زراعت و صنعت پیشرفت‌های زیادی داشته. تکنولوژی زراعتی که اینا تولید میکنن و استفاده میکنن و صادر میکنن یک تکنولوژی فوق‌العاده پیشرفته است. ما افغانستان به حیث یک کشوری که هم زراعتی است و هم صنعتی است، ما ضرورت داریم که از تکنولوژی‌هایی که اینا داشتن استفاده کنیم، در اینجا تا زراعت ما میکانیزه شود، تا ما هم از صنعت خود دستاورد داشته باشیم، تولید کرده بتوانیم و صادر کرده بتوانیم. رئیس اجرایی در این سفرش رفت چند شرکتی که تولید میکردن اونا را از نزدیک دید، مشخصا از کوپراتیپ زراعتی منسک دیدار کرد، دید که یک مزرعه گندم بود، کلان یک مزرعه بود، از او دیدن کرد که چطور حاصلش هم میگیرن، باز چطور میره و کجا، کل مواردش هم پروسس شدید. اینا واقعا پیشرفت کرده بودن و ملاقاتی که با رئیس جمهوری بلاروس و با صدر اعظم بلاروس رئیس جمهوری افغانستان داشت، اینا اظهار داشتن که اماده هر گونه همکاری در بخش زراعت هستند و خودشان هم توقع داشتند که بیان در افغانستان کار کنند. دیداری که آقای عبدالله از این دو کشور داشت و دقیقاً تعهداتی که بین این کشورها صورت گرفت، دقیقاً چقدر از این نظر به تجارب گذاشته به نظر شما عملی خواهد شد؟ نظر به وضعیت کنونی که ما اول می بحث بلاروس را تکمیل کنم، باز میریم بحث قزاقستان. در بحث بلاروس ما چون نیازمند هستیم، ما تقاضا داریم و اینا عرضه کرده میتونن بلاروس، ما میتونیم یک فرصت خوب برای همکاری ها است و اینا خودشان هم علاقمند بودن که بیان در افغانستان کار کنن. ولی که ما تراکتورها را و ماشینات و ماشینالات از بلاروس اینجا بیاریم، اونو یک راه خوبش نیست، چون یک فاصله بسیار
طولانی است، یعنی از افغانستان گیره. از افغانستان تا بوجا راهی که از بسیار دور است. بنابراین یک بحث دیگه که ما در اوجا پیشنهاد کردیم و مطرح شد و سرش کار میکنیم است که ما نمایندگی های او کمپانی تولیداتی را به افغانستان بیاریم، در اینجا خود ما وسایل و وسایط تکنیکی در اینجا ما تولید کنیم، در اینجا باز از استفاده شو و اگر تولیدش خوب بود، پروسسش خوب بود، ما بتوانیم که به کشورهای منطقه مثلا در پاکستان از تراکتورهایی که در بلاروس تولید میشه استفاده میشه. بله. مثلا در آسیای مرکزی ضرورت است، ما میتوانیم که از اینجا صادر کنیم به کشورهای دیگه، اما ضرورت است که در افغانستان برای از این که این پروسه بالاخره نتیجه بده شرکت ها نمایندگی خود را اینجا باز کنن و علاقه بود در اونجا و ما برشان گفتیم که ما آماده تامین امنیت سرمایه‌گذاری شما هست. آقای فیصل، تا اینکه پیشنهادات شما در اونجا پذیرفته میشه دقیقاً چقدر میتونه زمان گیر باشه؟ خب مهمترین بحث ایجاد یک چارچوب بود، یک چوکات بود که بالاخره ما بتونیم کار کنیم. ایجاد یک کمیسیون بین الحکومتی دقیقاً ایجاد یک چارچوب است برای کار. اینا میبینن ملاقات هایی داشته باشن، یکی جلسات کمیسیون است که بین الحکومتی است، اینا با هم میبینن ای دوام پیدا میکنه. در پالویازی ما همراهشان موافقه کردیم در جلسه‌ای که به نخست وزیر بلاروس بود، در اونجا موافقه شد که بین الوزارتی هم تماس ها می داشته باشیم که وزارت خانه با یکدیگر به تماس باشن، مشخصا زرعت، اتاق تجارت ما، چون تجارت از صنعت است، اینا همکاری های دو جانبه می داشته باشن و یک راهی برای همکاری ها باز شده. مهمترین بحثی که ما را بالاخره به کامیابی میرسانه علاقه است که در بین دو طرف موجود است. اونا میخواین، ما میخواییم، وقتی کردی ما میخواییم، دیگه مشکل وجود نداره. آقای فیصل، در سالهای پس این روند داد و از دقیقاً البته از بازرگانی با کشورهای آسیای مینا به ویژه بلاروس و قزاقستان در این اواخر چگونه بوده و در حال حاضر چگونه هست؟ به بلاروس چون یک فاصله زیاد در میان است و کمی دورتر هستن از ما، بسیار روابط زیاد یا گسترده ای نداشتیم و از او خاطر است که این بار تلاش بری شد که ما رابطه ما را بهتر بسازیم، بیشتر به تماس باشیم، مذاکره شد و بحث شد که بالاخره ما به یک فصل دیگی از همکاری های خود داخل شویم، چون ضرورت است و ما نیازمند هستیم که خودکفا باشیم، کار کنیم که بالاخره تکیه ما بر یک نفر و یا یک کشور و دو کشور نباشه. اما به قزاقستان مشخصا چون نزدیک است کمک به مقایسه بلاروس، بازم در این ساحه امو فرصتی که است از او فرصت استفاده نشده. قزاقستان یک بازار بالقوه برای تولیدات و صادرات افغانستان است، اما بازم ما از او استفاده کرده نتانستیم. مشکل اساسی که وجود داره، ما برای رسیدن به قزاقستان باید از راه ازبکستان تیر شویم و مشکلی که در اینجاست، ما به ازبکستان یک تفاهم نامه یا توافق نامه ترانزیتی نداریم. از او خاطر اینا کالای ما را مول ما را اجازه نمیدن که از قزاقستان از ازبکستان تیر شوه. رئیس جمهور در ماه آینده، شاید در دو ماه آینده، سفری به ازبکستان داشته باشند و یکی از توافقاتی که در اونجا میشه توافق ترانزیتی است. این به ما فرصت میده که ما از خاک ازبکستان استفاده کنیم و بریم قزاقستان. یعنی راه حل وجود داره؟ بله بله، بدون شک راه حل هست به همه مشکلاتی که ما داریم، راه حل موجود است، تنها ضرورت است که کار شوه و بحثایی که در همچون جلسات میشه او بعد از او باز در داخل افغانستان تعقیب شوه. اکثرا توافقات بسیار خوبی میشه، صورت میگیره، اما مشکلی میباشه که وزارتخانه ما متاسفانه او رو تعقیب نمیکنن. این باید پیگیری شوه، همراهشان صحبت شوه و ببینیم اگر در جای ضرورت است که حتی قوانین اصلاح شوه، باید قوانین اصلاح شوه، چون ما ضرورت داریم که همکاری های تجارتی ما بهتر شوه. به قزاقستان در حتن که قزاقا یک دست بازتر دارن به نسبت افغانا، اموالشان دی جمعه، اما صادرات ما در اوجه بسیار کم است. ما ضرورت داریم که ای بیشتر شود. دفتن فکر کنیم که 26 میلیون دلار است
صادرات از اینا به افغانستان، ولی بسیار یک چیزی کم است. یعنی اصلا آقای فیصل، کدام اقلام بیشتر حالا به قزاقستان میره و اونجا بیشتر کدام اقلام خریدار بیشتر داره در اونجا؟ خب در وطن کالای افغانستان است، میوه خشک افغانستان است و در کل قالین است که در اونجا میره. اما یک چیزی که مهم است برای افغانستان، قزاقستان میتونه که تقاضای افغانستان، ضرورت افغانستان در بخش گندم پر کنه. یعنی تنها یک کشور قزاقستان میتونه که تمام نیازمندی که ما داریم از بابت گندم او را پر کنه. ولی مشکلی که است بازم نبود یک توافقنامه ترانزیتی با ازبکستان است، باید امضا شود تا ما از او ساحه بتوانیم که گندم در افغانستان بیاریم. مشخصا در بخش گاز مایع ما ضرورت داریم و اینا ما را کمک کردن میتونن در این بخش داشتیم. ولی یک بحث خوبی که ما در سفر رئیس اجرایی به قزاقستان شاهدش بودیم، جلسه کمیسیون بین الدول بود که در اونجا برگزار شد. ما حداقل 3 تفاهم‌نامه را به امضا رساندیم و 4 تفاهم‌نامه دیگه نهایی شد که بداخل در آینده نزدیک امضا شود. این ما را کمک میکنه که همکاری های ما از وضعیت فعلی به یک وضعیت بهتر بره و بالاخره میزان تولیدات و صادرات و میزان همکاری های تجارتی اقتصادی بین دو کشور بیشتر شه. یعنی چقدر میتونه که دیدار آقای عبدالله از این دو کشور میتونه چقدر بالای رشد صنعت ما دقیقاً اقتصاد ما تأثیر گذار باشه یا تأثیر خیلی مثبت میتونه داشته باشه؟ من خودم در دو سفر بودم و در کل جلسات بودم. ما بحث های امنیتی داشتیم، ولی بیشترین وقت در او جلساتی که اینا داشتن سر بحث اقتصادی مصرف شد و این به من خود به من یک پیامشی بود که توجه بیشتر بر اقتصاد است، توجه بیشتر بر ترانزیت است، توجه بیشتر بر تجارت است، بر صنعت است. چون اگر ما به حیث یک مرکز ترانزیتی در این منطقه از آسیای مرکزی و جنوبی مطرح میشیم، این خود به خود به بهبود امنیت هم کمک میکنه و این کمک میکنه که کشورهای دیگه در منطقه که اهداف اقتصادی در جغرافی افغانستان دارن، اینا از دایره صلح ما حمایت کنن و بالاخره ما طرفدارای بیشتر به سطح منطقه و جهان برای امنیت افغانستان داشته باشیم. به نظرم بحث‌های بسیار خوبی بوده. فصل‌های جدید در روابط اقتصادی تجارتی افغانستان، بلاروس و افغانستان، قزاقستان باز شده و این ما را کمک میکنه که طرف خودکفایی بریم. ما در قزاقستان به مسئولین اتاقای تجارت قزاقستان و اتاقای تجارت بین‌المللی قزاقستان هم ملاقات ها داشتیم. رئیس اجرایی افغانستان بسیار با وضاحت به اینا گفت که افغانستان مسئولیت تامین امنیت سرمایه گذاران و سرمایه گذاری شما را دارد و شما از این ناحیه تشویش نداشته باشین. و دوم برشون گفتن که ما حتی امتیازات خاص براتون قائل میشیم تا شما بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنین. و گفتن که اگر در جای ضرورت باشه که قوانین ما اصلاح شوه تا شما سرمایه گذاری کرده بودن، گفتن نمادگی داریم که قوانین ما را اصلاح کنیم تا بالاخره زمینه سازی شوه برای سرمایه گذاری تجار قزاق در افغانستان. آقای فیصل، به نظر شما چقدر فرصت سرمایه گذاری در حال حاضر در اینجا وجود داره که سرمایه گذاران خارجی بیاین و اینجا سرمایه گذاری بکنن؟ فرصتش هست. مشخصا تجارای قزاق و سرمایه گذاران قزاق اینا در بخش مادن افغانستان علاقه داشتن که بیاین سرمایه گذاری کنن. در بخش مواد مادنی افغانستان اینا میخواستن که سرمایه گذاری کنن و ساحاتی که ما در آن مادن داریم یا وقتی که قرار میشه، بدون شک امنیتش به حیث یک اولویت پیش حکومت مطرح است. ما اون ساحا را امن میسازیم، خود مطمئن میسازیم که مادن افغانستان مسئول هستند، کسایی که یا کشورهایی که در او و کمپانی هایی که در او ساحات سرمایه گذاری میکنن اونا از مسئولیت کافی برخوردار هستند و بالاخره این پروسه به پیش میره. خیلی خوب. باز هم آقای فیصل، ما فرصت های خیلی خوب را از دست دادیم. در حال حاضر ما داریم چقدر فرصت ها را باز هم از دست میدیم و چگونه از این فرصت ها باید استفاده شود؟ حکومت وحدت ملی شاید امنیت یکان تشویش های زیاد پیش مردم باشه که واقعیت هم است، اما یک کاری که از کارهای خوبش و در تاپ کارهای خوبش میاید
توجه بیشتر بر اقتصاد بوده، توجه بیشتر بر پروژه های کلان بوده و توجه بیشتر بر کارهای بوده که در طویل مدت افغانستان را به سوی خودکفایی میبره. شاید شما در سالهای آخر شاهدش نبودین که کدام مقام افغانستان برده بلاروس، باز به بلاروس توافقنامه امضا کنه، یک کمیسیون بین الحکومتی ایجاد کنه و تفاهم نامه امضا شوند. شاید شاهدش نبودین که قزاقستان از مقام های علی توی افغانستان رفته باشند و به این جزئیات صحبت های داشته باشند. پس این به این معناست که ما ایره میدانیم که فرصت هست و ایره نباید از دست بدیم. فرصتی که برای ما ایجاد شده و فرصت بسیار اندک است، از این باید ما استفاده کنیم تا بالاخره نتیجه بگیریم. آقای فیصل، در حال حاضر برنامه ریزی ها چگونه باید باشه بخاطر از یک از این فرصت ها بتانیم که خیلی خوب استفاده کنیم و پشتون فرصت هایی نره که ما سال های پار از دست داده باشه؟ خب فرصت هایی که از دست رفته خواهد جدیده که در حال حاضر وجود داره چقدر میتونه که امید بخش باشه؟ فرصت هایی که از دست رفته خواهد رفت، تنها چیزی که میمونه از او فرصت از دست رفته یک پشیمانیش است که پشیمان باشیم و سر از این و یک درس هم است برای ما که باید اگر ما وقت‌تر فرض کنیم 5 سال پیش کار میکردیم که به ازبکستان یک توافقنامه ترانزیت امضا شوه، امروز امو ریلی که امو از چین میامد او به مشکل سر نمیخورد، امروز کالای تجار افغانی که از افغانستان به قزاقستان صادر میشد ما به مشکل بر نمیخوردیم و گندمی که ما از قزاقستان ضرورت داریم میتونستیم به افغانستان بیاریم. یعنی یک وضعیت خیلی خوب تر قرار میداشت. بدون شک ما امروز شاید 80% خودکفا میبودیم یا هم تکیه ما بر یک ساحه نمی بود که تنها از پاکستان از گوادر است، اگر رابسته شود دیگه افغانستان دیگه مردم افغانستان از گوشنگی بمورن. ولی در همین 2-3 سال اگر شما ببینید ما امروز چند مسیر دیگه هم داریم، چند رای دیگه هم داریم که اگر پاکستان رای خودم بسته کنه و یک گندم برای ما روان نکنه و هیچ چیز از اموال و از میوه تازه خشک ما و اموال دیگه ما از طریق پاکستان کشورهای دیگه نره، ما در وضعیت قرار نمی داشته باشیم که چند سال پیش بودیم. مثلا یک بار پارسال اگر یادتان باشه پاکستان دروازه خود بسته کرد برای 5 روز، در افغانستان چی وضعیت بود؟ قیمتا به کجا رفت و هیچ چیز پیدا نمی شد. امسال به نظر شما راه های ترانزیتی دیگر دقیقاً چقدر میتونه که بدیل خوب پاکستان باشه؟ خب امسال که اینا راه خود دروازه خود بسته کردن، شما دیدین برای 22 روز 23 روز ما گفتیم که بعد از این اگر بسته باشه خیر است، اینا خودشان گفتن که نه خیر باز شو، پس خودشان باز کردن. به ایمان است که ما راه های بدیل داریم، ما از چابهار استفاده می کنیم، ریلی که از چین به افغانستان می از او استفاده می کنیم، همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه بهتر شده، بهبود پیدا کرده روابط ما و این ما را کمک میکنه که تکیه ما بر پاکستان نباشه. اگر فردا نمیخواین دوم چیزی که به دست مهمه وقتی که افغانستان به یک مرکز ترانزیتی مبدل میشه که آسیای جنوبی از طریق ما به آسیای مرکزی و بالاخره به اروپای شرقی مثلا به اوکراین، به روسیه، به بلاروس، به رومانیا، به اینا وصل شوند، از ما از طریق ما برن و آسیای مرکزی و اروپای شرقی از طریق افغانستان به آسیای جنوبی وصل شود، ما به حیث یک مرکز ترانزیتی مبدل میشیم. وقتی که ما مبدل شدیم به حیث یک مرکز ترانزیتی، باز اگر پاکستان مثلا کدام روز راه خود بسته کنه ما مال بیل مثل کردن میتونیم که هیچ چیزشون آسیای مرکزی نره و ما در او وقت در یک وضعیت بهتر از امروز قرار می داشته باشیم. ما یک دست بالاتر در قضایای تجارتی، اقتصادی و ترانزیتی به سطح منطقه می داشته باشیم و افغانستان به سطح سیاست خارجیش هم یک دست بازتر و بالاتر می داشته باشه. خیلی سپاس آقای فیصل، در پایان برنامه هستیم و باز هم شما نتایج این سفرها را و دید بازدید آقای دکتر عبدالله را از این دو کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر من همکارتان هم بوده این سفر، خودشان هم از نزدیک دیدن. به نظر من سفرهای فوق العاده خوبی بر افغانستان بوده، سفرهای بوده که ما را هم در کوتاه مدت، هم در میان مدت و هم در طویل مدت کمک میکنه.
مهمترین بحثی که در این سفر هست وزیرای مربوطه کلشان بودن و تاکید بر این هست که تمام مواردی که در اوج بحث شده سرش در اوج توافق شده و نهایی شده به او باید پرداخته شود، او تعقیب شود و بالاخره نتیجه بگیریم. برای تجار افغان باید ویزه های کثیر المدت و کثیر المسافرت داده شود تا اینا بتوانند که هم در بلاروس و هم در قزاقستان کار کنند. یک گروپی از تجار بلاروسی در آینده نزدیک کابل میان که خود رئیس اجرایه همراهشان میبینه و به تجار افغان در اینجا دیدار میداشته باشند که و ببینن که چه فرصت های در افغانستان است که میشه که در او سرمایه گذاری شود. نزدیک ببینن ابو هوای افغانستان، وضعیت افغانستان، وضعیت اقتصاد و قوانین مواشنایی پیدا کنند. این کارهای عملی است که میشه و همچنان با قزاقستان ما در بخش نظامی هم بحث داشتیم. ما میخواهیم که حداقل بر دفعتن 4 تا Mi-35 یا M-35 هلیکوپترها خریداری کنیم برای اردوی افغانستان، برای قوای هوایی افغانستان و در پالویازی برای مینتیننس این هلیکوپترها ما امرشون قرارداد کنیم که بالاخره تیارهای کواریز تخنیکی پیدا میکنه در اوج پس تبیم شود. خیلی سپاس جاوید فیصل باوین سخنگوی ریاست اجرایی از یک شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی، یک یورو 81 افغانی با 11 پول، یک پاوند انگلیسی 88 افغانی با 70 پول، یک درهم مراد 18 افغانی با 73 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی با 2 پول، 1000 کلدار پاکستانی 647 افغانی با 6 پول و 1000 کلدار هندی 1075 افغانی با 9 پول. و این هم قیمت طلا. یک گرم طلای کویتی 2500 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2450 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2550 افغانی، یک گرم طلای عربی 2490 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2000 افغانی و یک گرم طلای روسی 2000. و این هم قیمت مواد اولیه. یک کیلو شکر 58 افغانی، یک برد آرد خارجی 1280 افغانی، یک پوری برنج خارجی 2350 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک کیلو گاز 62 افغانی. سپاس از همراهیتان تا این دم تا برامی بعد خدانی.